درود به شما همراهان در این ویدیو ابتدا تحلیلی داریم بر فیلم منتشر شده از بیعت فرماندهان نیروی مسلح کشور با سید حسن خمینی و احتمال اعلام جانشینی وی به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی در ادامه گزارشی از تشکیل کمیته حقیقتیاب برای برخورد با مدیران سازمان نظام پزشکی که موجب خودکشی یک متخصص جوان شدند و در پایان گزارش مهمی از احتمال تخلیه اضطراری اصفهان تا 8 سال آینده انتشار فیلم بیعت فرماندهان نیروهای مسلح با سید حسن خمینی به دنبال انتشار فیلمی از دیدار معنادار فرماندهان نیروهای مسلح با سید حسن خمینی، فرزند احمد و نوه روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی با واکنش گستردهی در رسانه های داخلی و خارجی مواجه شد. ادهی با انتشار مجدد این فیلم تاکید کردند. به نظر می رسد که تغییر و تحولاتی مهم در حسه قدرت جمهوری اسلامی در حال رخ دادن است. پیش بینی می شود که این دیدار نوعی بیعت با حسن خمینی به عنوان یادگار بنیانگذار حکومت است. بعضی از تحلیلگران معتقدند با توجه به موج نفرت شدیدی که از خامنه ای و پسرش مشتبا در جامعه ایران در جریان است، همچنین سیاست علی خامنه ای رهبر فعلی حکومت که مدعی است به دنبال جانشینی موروسی نیست، بعید نیست حسن خمینی به عنوان جانشین رهبری انتخاب شده باشد تا به عنوان دکور نقش رهبر آینده رژیم ایران را بر عهده بگیرد. اما در اصل و پشت پرده همچنان مافیای خانواده خامنه ای به ریاست مشتبا زمام حکومت را در اختیار داشته باشند. به این ترتیب بیت خامنه ای با یک تیر دو نشان میزند اولان که فردی از خانواده خمینی را جانشین اعلام می کند که هنوز در میان بخشی از طیف مذهبی ایران به واسطه ی پدر بزرگ خود روح الله خمینی تا حدی اعتبار دارد و از طرف دیگر هر سوء مدیریت و خطایی در اداره کشور دیده شود آن را به گردن حسن خمینی بیاندازند اما در پشت صحنه قدرت تصمیم گیرنده ی اصلی همچنان مشتبا ای خواهد بود از طرفی علا این تحلیل ها که دور از ذهن نیست، سردبیر سایت جماران مدعی شد این فیلم جدید نیست. روزبه علمداری سردبیر جماران در واکنش به انتشار فیلم دیدار فرماندهان نیروهای مسلح با سید حسن خمینی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز این فیلم به طور گسترده و با منشأ نامعلوم منتشر شده به طوری که گویی همین روزها برگزار شده است. در حالی که مربوط به حاشیه حضور فرماندهان عالی رتبه نظامی و انتظامی کشور در حرم امام در دهه فجر 1401 است. اما با این وجود بعضی از منتقدین و تحلیلگران معتقدند بخشی از این فیلم جدید و مربوط به دیدار نوروزی فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای اعلام بیعت با حسن خمینی به عنوان یکی از گذینه های جانشینی رهبری است با این تفاسیر اگر در ماه های آینده حضور نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در رسانه ها پر رنگ تر شود میتوان نتیجه گرفت که پروژه رهبرسازی وی برای جانشینی به صورت جدی آغاز شده است تشکیل کمیته حقیقتیاب برای برخورد با مسببین خودکشی پزشک جوان در پی خودکشی دکتر پرسو بخشی به علت فشارهای وارده در محل کار از سوی چند تن از مدیران شبکه درمان کشور سازمان نظام پزشکی با برگزاری جلسه فوقالعاده اعلام کرد که با تشکیل کمیته حقیقتیاب با خاطیان و مقصران این اتفاق برخورد می شود. وبسایت خبر آنلاین در گزارشی از این جلسه فوقالعاده نوشت که معاونت انتظامی و دادسراهای انتظامی سازمانها و شهرستانها ملزم به ورود به پرونده های مربوط به برخورد انتظامی با خاطیان و مقصران شدند. خودکشی این پزشک جوان در روزهای اخیر به طور گسترده‌ای خبرساز شد و با موج وسیعی از انتقاد و خشم عمومی مردم ایران مواجه گردید چرا که بنا به گزارش‌های رسیده این متخصص جوان که یکی از بهترین متخصصین جدید در حوزه درمان و جراحی قلب بود بعد از از دست دادن پدر و بعد هم مادر خود با مشکلات ترومای بعد از درگذشت عزیزان خود دست به گریبان بود و دچار افسردگی شد بنابراین درخواست انتقالی داده بود اما دو تن از پزشکانی که از مدیران ارشد سازمان نظام پزشکی هستند با درخواست وی بارها مخالفت کردند و او را برای خدمت به یکی از مناطق محروم کشور فرستادند پس از فشارهای وارده از سمت مدیران متخصص جوان در نهایت وی دچار فروپاشی روانی شد و در کمال تاسف به زندگی خود پایان داد سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی ایران در پی خودکشی این متخصص بیماری های قلب و عروق در بیمارستان نوراباد دلفان اعلام کرد این حجم از افسردگی میان پزشکان جوان بی سابقه است <applause> علی سلحجور در مطلبی که در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد نوشت خانم دکتر بخشی پس از دو ترمای بزرگ از دست دادن پدر و مادر خود و با یک سال تاخیر طرح خود را آغاز کرد اما مسئولین وزارت بهداشت کمکی به جابجایی محل طرح ایشان نکردند بنابر اعلام سلحشور این پزشک جوان به طور مغرزانه در لیست سیاه وزارتخانه بوده و وزارتخانه نسبت به درخواست او بی‌اعتنایی کرده است خبرگزاری های ایران همچنین گزارش دادند که یکی از اساتید داخلی در بیمارستان رحیمی خرم نیز نهایت بیانصافی توهین و تحقیر را در حق او انجام داده بود. آنطور که در گزارش ها آمده، حقوق پرسو بخشی نیز با نامنگاری مسئول آموزش بیمارستان به ریاست بیمارستان به صورت نیمه پرداخت می شده که باعث گردیده مشکلات و فشارهای وارد به ایشان منجر به خودکشی شود. این اتفاق در بین کادر درمان تازگی ندارد. به طوری که در تاریخ سیوم بهمن 1402 رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران با ابراز نگرانی از آمار بالای خودکشی در میان رزیدنت ها، یا دستیاران تخصصی پزشکی در کشور از وزارت بهداشت بابت محرمانه نگه داشتن آمار دقیق و اعلام نکردن آن انتقاد کرد. وحید شریعت در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا با استناد به آمار سازمان نظام پزشکی از خودکشی منجر به مرگ دست کم 16 رزیدنت یا دستیار پزشکی در سراسر کشور خبر داده بود. همزمان محمود فاضل رئیس شورای عالی نظام پزشکی نیز آمار خودکشی رزیدنت های پزشکی در کشور را نگران کننده دانست و از تشکیل کمیته در داخل سازمان نظام پزشکی برای بررسی این موضوع خبر داد. در اواخر دیماه سال گذشته نیز رسانه های داخل ایران در گزارشی مشابه از پنج برابر شدن نرخ خودکشی در جامعه پزشکی خبر داد و اعلام کرد که سالانه دست کم 13 خودکشی منجر به مرگ در میان رزیدنت ها رخ می‌دهد. اما وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی در این بار سکوت کرده و هیچ اقدامی برای رفع مشکلات کادر درمانی از جمله پزشکان و پرستاران انجام نمیدهد. هشدار تخلیه اصفهان به علت فرونشست زمین فرونشست در دشتهای ایران وارد مرحله هشدار شده است کارشناسان میگویند دشتهای ایران از شمال تا جنوب با پدیده فرونشست زمین مواجهند و های خراسان رضوی کرمان فارس اصفهان البرز و تهران نسبت به دیگر استان‌ها وضعیت وخیم‌تری دارند. گفته می شود با ادامه این روند احتمال دارد که تا چند سال آینده بخشهای وسیعی از این استانها سکونت ناپذیر باشد. مهدی توقیانی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبر آنلاین به جدی بودن خبر فرونشست زمین در اصفهان اعتراف کرد و گفت اگر تا چند سال آینده برای این موضوع فکری نشود باید ظرف هفت تا هشت سال آینده اصفهان را ترک کرد و این شهر دیگر قابل سکونت نخواهد بود. او با بیان اینکه احیا نشدن زاینده رود به خالی شدن آبخانهای دشت اصفهان منجر شده و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی جدی برای مردم به وجود آورده است. افزود اگر تا چند سال آینده برای آبخانهای اصفهان کاری نکنیم، دیگر اثری از این تمدن باقی نمیماند. نماینده اصفهان در ادامه تاکید کرد که خشکی زاینده رود فقط مشکل کشاورزان و ساکنان شرق اصفهان نیست بلکه کل دشت اصفهان به دلیل خشکی رودخانه ی فلات مرکزی ایران در خطر فرونشست قرار دارد. محمد درویش کنشگر محیط زیست و کارشناس حوزه آب پیشتر درباره فرونشست زمین در استانهای اصفهان و فارس گفته بود که میزان تراز منفی آب در اصفهان 13 میلیارد متر مکعب یعنی معادل 20 رودخانه به اندازه زاینده رود است به گفته این استاد دانشگاه تراز منفی آب در استان فارس 15 میلیارد متر مکعب است و در آستانه فروپاشی قرار دارد. فرونشست زمین پدیده است که در اثر برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی به وجود می آید. به رغم اینکه داده های موجود فرونشست زمین در بیشتر استان ایران را نشان می دهد. همچنان 57 درصد از آب شرب شهری 83 درصد از آب شرب روستایی، 63 درصد از آب مورد نیاز صنایع و 52 درصد آب کشاورزی از طریق منابع آب زیرزمینی تامین می شود. روندی که نتیجه آن کسری 136 میلیارد متر مکعبی آبخانهای ایران و افت سالیانه 55 سانتی متر از سطح آنهاست. در حال حاضر 195 شهر و بیش از 600 دشت ایران دچار فرونشست شدند یعنی بیش از 48 درصد مساحت ایران با فرونشست بیش از 5 میلیمتر در سال دست و پنجه نرم می کند و 46 میلیون ایرانی در خطر پیامدهای های فرونشست زمین قرار دارند به تازگی ویدئویی در شبکه اجتماعی فراگیر شده که نشان می دهد یک خودرو در مه شهر کرج در اثر فرونشست در گودال فرو رفته است. اینجا مهشر زمین نشست کرده قبل هم نشست کرده بود که این آسفالت رو که تازه ریختن روی حالا مرمت قبلی زمین بود الان دوباره نشست کرده و صدای هم که ما صدای بود. همزمان ویدیوی دیگری نیز از اهواز منتشر شد که حفره ای عمیق در سطح زمین را نشان میداد که به دنبال بارش باران ایجاد شده بود. اتفاق افتاد بارندگی سیل‌آسا این حفره به وجود اومد و این فرونشست توی زمین به وجود اومد. از اون روز تا الان اینجا رها شده و اقدامی شهرداری روش نکرده. بر اساس داده های آماری سازمان حفاظت محیط زیست این تغییرات اقلیمی به مهاجرت بیش از 800 هزار نفر به استان های شمالی ایران منجر شده است سپاس که تا پایان همراه بودید لطفا نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و با به اشتراک گذاری ویدیوها در انتشار آگاهی سهیم باشید